چرا اینقدر جیغ میزنی زن؟ خوب میکنم، تو داری پسرمو بیچاره میکنی، جیغ میکشم. بس کن مادر، مسخت ما میشنون. جهنم که میشن. وقتی تو جیغ میکشی تنها راه نجات خودکشیه. برو خودتو دار بزن. تماشا کن، وقتی میگم این پسر هنوز وقت زن گرفتنش نیست. شکستن گلدون چه ربطی به زن گرفتن من داره؟ ربطش اینه که هنوز نیومده نحسیش دامن منو گرفتی. شما چه بخواین چه نخواین من با این دختر ازدواج میکنم، پس بی خود خودتون سباک نکنین. اگه تا فردا صبحم جیغ بکشین من این دختره رو میگیرم که میگیرم. هیچی به پسر خود سرت نمیکی. تو خود سر بارش آوردی. اصلا حالا موقع زن گرفتنشه، خودش و بال گردن ماست نیست؟ درسته، ولی خب ولی نداره، بلند شو یه چیزی بهش بگو. آخه چی بگم زن؟ چیزی بهش بگو دیگه. بر 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 چی گفتی؟ یه چیزی. آخه چی؟ یه چیزی. چی بهت گفت ها؟ یه چیزی گفتی یه. آخه چی؟ یه چیزی. چی گفت؟ همینو. چی؟ گفت یه کاری نکن که جیغ بکشه. اگه غیر از دختر آقای سمسام هر کیو بگیری جیغ میزنه. قاعدتا من نمیخوام برم تو اجله، نه شما. لطفا برای مامان ترجمه کنی. خب راست میگه، اون میخواد زن بگیره، تو که نمیخوای بگیری. آره زن مال اونه، اما عروس گدا گشنه آبروی من میبره. آبروی من مهم نیست؟ آبروی مامان مهم نیست؟ مامان همیشه در قضاوت عجله میکنه. نه دختر رو دیده، نه خانوادش میشناسه، نه خونشون اومده، فقط میگه نه. این نه شما هیچی رو عوض نمیکنه. چهار تا خط شعر گفتی، خیال میکنی حافظی؟ حالا تو روی خودم هم وای میسی؟ آقا دیگه عقل کل شده. بس دیگه ماما. اگه عقل داشتی که شاعر نمیشدی. من شاعرم، برابرتون مثل آینه، در آینه همه تون نعره میکشین. آری تمام نعره های شما وصل قافی است. برو با اون شعرت. چه اشتباه بزرگی، چه اشتباه بزرگی. به شاعرانه ترین لحظه هایم میخندید، چون گرگ پیر در آینه نعره میکشید. مرا نمیفهمید، مرا نمیفهمید. مامان بهتر اول دختر و خانوادش رو ببینی بعد نظر بدی. شاید این شاعر دیوونه این دفعه راست میگه. راست میگه، تو که خانوادشون رو ندیدی. دعوت کردن که من نرفتم. بله شما رو فردا دعوت کردن، من اومدم بگم که شما جیغ کشیدین. غلط کردن، منو دعوت کردن.